پیران سرم عشق جوانی به سر افتاد، وان راز که در دل بنهفتم به در افتاد. از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر، ای دیده نظر کن که به دام که در افتاد. دردا که از آن آهوی مشکین سیه چشم، چون نافه بسی خون دلم در جگر افتاد. بار غم او عرض به هر کس که نمودم، عاجز شد و این قرعه به نامم ز سر افتاد. از ره گذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. مژگان تو تا تیغ جهانگیر برآورد، پس کشته دل زنده که بر یکدیگر افتاد. این باده که پرورد که خمار خرابات، از بوی بهشتیش چنین بی خبر افتاد. بس تجربه کردیم در این دار مکافات، با درد کشان هر که در افتاد بر افتاد. گر جان بدهد سنگ سیه لعل نگردد، گر جان بدهد سنگ سیه لعل نگردد. با طینت اصلی چه کند بدگوهر افتاد. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان و همراهان بسیار عزیز و دوست داشتنی. امیدوار هستم که حال و هوای دلتان، فضای دلتان مثل هوای بهاری پاک و صاف و سرشار از انرژی مثبت باشه و معطر از گل و عطر بهاری باشه. دوستان عزیز، یک سال دیگه هم در شرف ختم شدن هست و ما به یک سال جدید نزدیک میشیم و باید خدمتتان عرض بکنم که امروز 19 مارچ روز تولد من هست. من از این فرصت تولد خود را در قدم اول برای خود و همچنان به نمایندگی و به نیابت از خود، روز تولد تمام کسانی که هم تولد است، یعنی امروز به دنیا آمدن، تولدشان در امروز هست یا هم چند روز قبل بوده و یا هم در روزهای آینده هست و یا هم به صورت عموم تمام عزیزانی که در فصل بهار به دنیا آمدن، آغاز زندگیشان با آغاز زندگی طبیعی، زندگی در طبیعت گره خورده. من این روز را به تمام از این دوستان و عزیزان تبریک و خجستباد عرض میکنم و برشان آرزوی موفقیت و شادکامی و پیروزی را دارم. امروز من عملا پا را به 29 سالگی گذاشتم و 29 ساله شدم. البته 29 ساله 2014، شاید خیلی ها در این پایین بعدن بنویسین که آقا شما قیافه‌تان، ظاهرتان خیلی جوانتر از این گپ هست. بله، حق با شما هست. تشکر از این نگاه و از چشم زیبا بین شما، جوان بین شما، و همچنان یک واقعیت هست دیگه، حالا نمیشه این کار کرد. و مسئله سن و سال هم شوخی بردار نیست و هرگز نمیشه باید شوخی کرد. واقعیت این است که من از سن خود جوانتر هستم. به هر صورت تشکر از شما دوستانی که قرار است بعداً تولد مرا تبریک بگوین. وقتی گفت از تولد میشه، من هر سال به یک فکر میفتم که آیا این تولد را بالاخره جشن بگیریم یا فاتحه بگیریم یا غمگین باشیم یا خوشحال باشیم، نمیدانم. چون این تجلیل از تولد تاریخ خیلی طویل و طولانی حداقل در زندگی من نداره، چون تولد یا تجلیل از تولد یک پدیده جدید هست نسبتاً در افغانستان، بخصوص برای کسانی که در کابل یا در شهرهای بزرگ زندگی نکردن و جزوی طبقه اعیان و بالا شهر نبودن. خب تولد برای از اونا، که البته من هم جزو از اون مردم هستم، یک پدیده جدید است. مثلا برای شخص خودم تجلیل از تولد، تجلیل از تولد من اولین بار در همین نروژ تجلیل شد که برای ما یک شکر در واقع وارد کرد. در زمان قدیم میگن که
انمی تولد فقط برای طبقه شاه و شاهزاده ها بود. فقط تولد شاهزاده ها، تولد شاهان بود که تجلیل می شد و او را به عنوان یک اتفاق میمون جشن می گرفتن و کل ملت خوشحالی می کردن که خدا به اونها عنایت کرده و مرحمت کرده و یک همچین موجودی به نام شاه یا شاهزاده را خلق کرده تا آقا بالا سر از اونا باشه. اما با مرور زمان این فرهنگ یا این پدیده با مرور زمان عامیانه میشه، یعنی عام میشه برای دیگرها هم، کم کم طبقات اول جامعه، طبقات اعیان جامعه، اونا این تولد خود و بچه های خود را جشن میگیرن و با مرور زمان کم کم وقتی وضعیت اقتصادی در جهان بهتر میشه و این طبقه متوسط به وجود میاد، میرقم میاد پایین و پایین و پایین تا به ماها میرسه. بالاخره امروز پدیده تولد یا تجلیل از تولد یک پدیده تقریبا جهانی و شناخته شده هست که تبدیل به یک امر کاملا طبیعی شده. اگر شما بچه های امروزی را اگر بگین ما جشن تولدت نمیگیریم، اصلا برایشان قابل هضم نیست، قابل درک نیست که چگونه میشه که آدم جشن تولد خودش نگیره. خب جشن تولد هم به حال به نظر ما خوب است، به خاطر از اینکه تولد یک انسان، به دنیا آمدن یک انسان ازش تجلیل صورت بگیره و بهش در واقع ارج و گذاشته شوه و تقدیر شوه این که چی یک اتفاق خوب بوده که شما به دنیا آمدین و او آدم به یک شکل احساس ارزشمندی بکنه. این قسمت از مسئله بسیار خوب و انسانی و پسندیده هست. اما متاسفانه در این اواخر وقت ما میبینیم که تولد بیشتر از اون ارزش در واقع معنوی خود پا را فراتر گذاشته و بیشتر حالت کاپیتالیستی یا بازاری پیدا کرده. وقتی جشن تولد میشه مردم بیشتر به جای اینکه به خود اون اتفاق که در واقع به دنیا آمدن اون شخص بوده ارج بگذارن، تقدیر شوه و بهش گفته شوه که تو چقدر ما خوششانس هستیم و خوشبخت هستیم که تو به دنیا آمده و این اتفاق را ما داریم تجلیل میکنیم. از این گپا گذشته و بیشتر اون بعد مالی، بعد اقتصادی و بعد در واقع مادیش خیلی برجسته شده. امروز مثلا اگر جشن تولد کسی باشه و شما برای یک هدیه کم قیمت ببرین، به او آدم توهین شده، یعنی به یک شکل از شما ناراحت میشه. امور خم که گفتم تولد ما اولین بار در نروژ تجلیل شد. قبل از این من نه در موردش فکر میکردم و نه هم به این باور بودم که تولد ما هم در واقع یک اتفاق خوب بوده. وقتی ما اولین بار، البته از طرف یک دوست نروژی ما این تجلیل شد، وقتی ما این مسئله رو دیدم خیلی بریم شوک شدن به یک حالت سرپرایز، البته قصد از او سرپرایز نبود. ما در یک جای کار میکردم، بعد صاحب کار من کاری پاره وقت داشتم. یک روز وقت سر کار رفتم، دیدم که وقتی از دروازه در آمدم دیدم که یک دو بوتل کوکاکولا اونجا سر میز گذاشته و چند تا از پیتزاهای یخ زده که از مغازه به صورت آماده میخرن از او داشت ماندن و آماده کردن و منتظر هستن که من بیایم. وقتی من آمدم کلگی شروع کردن به کف زدن و شروع کردن آهنگ جشن تولد خواندن. من کاملا برم یک امر غیر عادی و شوکاور بودن، واقعا سرپرایز شدم و شوک شدم که چی اتفاق افتاده. این اولین بار بود که تولد ما جشن گرفته می شد و به یک فکر بسیار عمیق رفتم که واقعا تولد ما هم در خور تقدیر هست. دیگه خیلی گلونم بغض گرفت، هم خوش از خوشحالی و هم از در واقع از اندوه که چرا ما اینقدر مردم از لحاظ فرهنگی عقب مانده هستیم که به زندگی، به این دنیا اصلا هیچ اهمیت نمیدیم. مثلا تا زمانی که ما در افغانستان بودم، البته او زمان خوب از لحاظ فرهنگی خیلی وضع خرابتر بود، دوره اول طالبا بود و به هر حال مردم افغانستان اکثرا یک تفکر مذهبی داره و مذهب خیلی قدرتش زیاد است در اونجا. در هیچ جا حرف از زندگی گفته نمیشد، در هیچ جا حرف از این جهان و از این روزگار یا از این زندگی که ما داریم صحبت نمیشد. همیشه حرف از این بود که در او دنیا چی میشه و این دنیا را یک ایستگاه موقت برای رفتن به او دنیای دیگه و به اون زندگی اصلی میپنداشتن و در قصه از دنیا نبودن. و کسی هم که این دنیا را یک کمی بیشتر
اهمیت میداد او را سرکوبش میکردم و به مو خاطر من در یک حالت دوگانگی از احساس قرار گرفتم که هم شادی و هم غم با هم دیگه تلفیق شده بود و گلونم اگر خم بغض گرفته بود گپ زده اصلا نمیتونستم. با اونی که خب از لحاظ مادی یک چیزی کاملا عادی بود، حالا شاید تمام مصرفش 200 کرون یا 300 کرون که در حدود 20 دلار بیشتر نمیشد، همین قدرها بود. ولی بحث اون نیست، بحث این است که خود پرداختن، خود تقدیر کردن و یک کسی که تولد تو را به یادش هست و او را تقدیر میکنه، این بریم بسیار یک حادثه کلان بود. به هر حال اون روز گذشت و از او به بعد کم کم و کم کم در سالهای آیندهش هم من روز تولدم به هر حال از طرف دوستا، از طرف خانواده چی شد؟ تجلیل شد و کم کم به این پدیده عادت کردم. و امروز هم اگرچند خب هیچ نوع تجلیلی در کار نیست و من خواستم که امروز را خوشحالی و شادی امروز را با شما عزیزانی که همیشه با من هستین در دنیای مجازی با شما شریک بکنم و بگویم که به نظر من فرهنگ تولد یا تجلیل از تولد، البته جدا از اون بخش مادی و ماتریالیستیش، خود نفس این کار یک کار ارزشمند هست، یک کار خوب هست که باید به نظرم گسترش پیدا بکنه، بیشتر رواج پیدا بکنه و دوستانی که یک گروپ صمیمی از دوستان هم دیگه دارن میتونن که دوستای همو تولد دوست خود را به یک شکل تجلیل بکنن. البته اگر بتانیم که از اون بعد مادیش یک کم صرف نظر بکنیم. امروز هم خب ما همون رقمی که میبینین نه جشن در کار است و نه هدیه یا تحفه تولد در کار هست و امروز یک چیز در ذهنم آمد، البته خب این کار جدید نیست، قبلا هم دوستا انجام داده، یعنی دوستانی که میخواین حالا تولد ما را به هر حال یک تحفه تولد برای ما بیتن، هدیه تولد به ما بیتن و به صورت نقدینگی، دوستانی که در ناروی هستن میتونن که ویپس بکنن و دوستانی که در خارج از ناروی هستن میتونن که یک لینک از آدرس پیپل خود میگذارم در پایین در قسمت کامنت ها به عنوان کامنت اول، از او طریق میتونن که حالا هر چی که دل خودشان خواست هدیه تولد به عنوان هدیه تولد بر ما بفرستن و این پول قرار نیست که ما بر خود حالا کیک بخرم یا شال و کلاه بخرم، نه به این مسائل ها من احتیاج ندارم. اگر دوستا لطف بکنن من یک چند نفر از دانشجوها را در کابل البته از زمانی که وضعیت خراب شد تحت حمایت دارم و می خواهیم که در همین سال نو یک ایدی در واقع یک هدیه ایدانه و نوروزی برای از عزیزان بفرستم. البته شما چی سهم بگیرین یا نگیرین من این کار اون چی که در حد توانم هست انجام میتونم، ولی اگر شما هم خواستین سهم بگیرین از این طریق میتونین هم خدا را به دست بیارین، هم خورما را، هم دل ما را خوش کردین و هم در یک امر نیک در کار ثواب سهم گرفتین. پس روزگار به کامتان و همچنان یادتان نره که از تولد عزیزان خود تقدیر بکنین و زندگی را بهش اهمیت بدین، چون در واقع همین یک بار یک شانس زندگی که ما داریم در این جهان همین در اختیار ماست. از این بیشترش دیگه ما نمیدانیم که جهان دیگه هم هست یا نیست، چون خب آنچه که در اون مورد صحبت شده بیشتر تئوری هست و ما هیچ نوع ثبوت عملی تا بال ندیدیم که کسی از اونجا آمده باشه بگویه که خب زندگی اصلی در اونجاست. امیدوار هستم که باشد، یعنی من خودم که به شدت دوست دارم که اونجا یک زندگی باشه که حداقل در این دنیا در این جهان ما کدام خیری خاصی از این زندگی ندیدیم. از روزی که به دنیا آمدیم کلش جنگ بود، دربدری بود، کلش محنت بود، غم بود، آوارگی بود، تحقیر و تبعیض بود دیگه. امیدوار هستم که در اون جهان دیگه حالا ما یک کم ذره زندگی راحت تر داشته باشیم و از زنده بودن خود لذت ببریم. پس تا نوروز را وقت به کامتان باشه، همیشه صحتمند و سالم باشین.